ارتش پاکستان صبح پنجشنبه 28 دی ماه پس از هدف قرار دادن شرق استان سیستان و بلوچستان در موقعیت آماده باش قرار گرفته است. سلام، من بیت آذری هستم با برنامه دیدگاه. اسلام آباد میگوید تروریست های پاکستانی را با پهپاد و راکت در خاک ایران هدف قرار داده است. اقدامی که تنها یک روز پس از حمله موشکی سپاه پاسداران به غرب این کشور انجام شده است. مقام های ارشد نظامی و سیاسی اسلام آباد هم از عزم خود برای حفاظت از حاکمیت و تمامیت ارضی پاکستان گفتند. تهران و اسلام آباد پس از 76 سال رابطه نزدیک سطحی بی سابقه از تنش را تجربه می کنند. در دیدگاه با هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل نظامی، ابعاد این حمله بی سابقه و چشم‌انداز آن را بررسی می کنیم. آقای حسنیاری، از ابعاد حمله و واکنش ارتش پاکستان شروع کنیم. بر مبنای گزارش‌هایی که تا الان منتشر شده، شما چه تحلیلی از سطح اقدام نظامی و تلافی جویانه پاکستان در خاک ایران دارید؟ در مقایسه با اون چیزی که سپاه انجام داد در پاکستان، هم از نظر نظامی و هم اطلاع رسانی که ارتش پاکستان انجام داد و همینطور وزارت خارجه پاکستان در مقایسه با سپاه پاسداران و وزارت خارجه جمهوری اسلامی، می‌شود گفت که حرکت پاکستانی‌ها بسیار حرفه‌ای‌تر بوده و اطلاع رسانی اونها بسیار بسیار کامل‌تر بوده، در حالی که توجه اگر بفرمایید به گفته‌های وزیر کشور جمهوری اسلامی و همینطور معاون استانداری سیستان و بلوچستان، خیلی مبهم صحبت می‌کنند، به فردا می‌سپارند به اینکه تحقیقات انجام بشود و بعد اطلاع بدن، در حالی که پاکستانی‌ها خیلی روشن گفتند که چه شد، چه کار کردن و در نتیجه حاصل اون عمل اونها چه بوده و در آینده چه کار خواهند کرد. از زاویه توان و قدرت نظامی، ارزیابی شما رو از سطح و کیفیت دو طرف مناقشه می‌خواستم بدونم آقای حسنیاری، چقدر سپاه پاسداران و فراتر جمهوری اسلامی در حمله به پاکستان به توازن قوای نظامی نگاه واقع بینانه‌ای داشتن؟ این سوال خیلی مهمی است و تعیین کننده. ببینید، جمهوری اسلامی دهه هاست که تحت تحریم تسلیحاتی بین المللی است، علی‌رغم کوششی که کرده به روسیه و چین نزدیک بشه، همکاری هاش رو با کره شمالی توسعه ببخشه در زمینه نظامی، ولی موفق نشده که تجهیزات خود رو بروز بکنه. در مقابل پاکستان در چنین وضعیتی قرار نداشت و پاکستان یکی از میشود گفت برندگان جنگ افغانستان بوده، به خاطر اینکه ایالات متحده آمریکا میلیاردها دلار کمک مالی و تسلیحاتی به پاکستان کرد زمانی که در نیروهای ناتو در افغانستان حضور داشتند. و مسئله دیگری که تفاوت کیفی و کمی به وجود میاره بین توان نظامی دو کشور پاکستان و ایران، این جمهوری اسلامی این هست که پاکستان دهه هاست در حال آمادگی نظامی به سر میبره و خود رو آماده جنگ میکنه برای روبرویی با هندوستان. بنابراین این آمادگی دهه ها بر تأثیر مستقیم گذاشته بر توان نظامی پاکستان و به همین خاطر هست که پاکستانی ها بهتر عمل کردن در این حملات دو جانبه و انتظار میره اگر که وضعیت دشوار بشه و ادامه پیدا بکنه، پاکستان از نظر نظامی دست بالا رو داشته باشه. فکر میکنید ایران نگاه واقع بینانه ای داشته به وضعیت نظامی پاکستان؟ مطلقا جمهوری اسلامی معتقد هست که ابرقدرت منطقه خاورمیانه است. بر این تبلیغات تکیه بسیار زیادی میکنند که جمهوری اسلامی توانسته طی دهه های گذشته از بسیاری جهات در از لحاظ تجهیزات و تسلیحات نظامی به خود کفایی برسه. از نظر فناوری مدعی هستند سپاهیان به خصوص که جمهوری اسلامی تسلیحاتی داره که در هیچ کشوری در جهان وجود ندارن. بنابراین توهم زیاده نزد سپاهیان و جمهوری اسلامی، واقع بینانه به مسائل نگاه نمی کنند. از ادامه تنش مرزی و نظامی بین دو کشور و تشدید وضعیتی که در شبانه روز گذشته شاهدش بودیم چه پیش بینی دارید آقای حسنیاری؟
پیش‌بینی من این هست که اگر دوباره گروه‌هایی که پاکستان خواستار از بین بردن اونها هستن و جمهوری اسلامی خواستار از بین بردن گروه‌های مخالف خود از ادامه پیدا بکنه، به طور قطع این دو نیرو پاکستان و جمهوری اسلامی ناچار خواهند بود که برای حفظ وجهه خود هم در داخل و بخصوص در خارج از مرزهای ملی دست به عملیاتی بزنند که روابط رو دشوارتر از گذشته بکنه و در نتیجه مشکلات بیشتری رو به وجود بیاره برای حل این مشکلی که الان وجود داره. بنابراین بستگی تام داره به اینکه الان جمهوری اسلامی است که بایستی پاسخ بده یا از نظر نظامی و یا اینکه به هر تقدیر مردم ایران رو قانع بکنه که حافظ صلح و امنیت این کشور هست. آقای حسنیاری، از نظر شما چقدر احتمال داره که جمهوری اسلامی این تنش رو بهانه کنه یا تبدیل به یک فرصتی کنه که فعالیت‌های پنهان اتمی و نظامیش رو سرعت ببخشه و اونها رو تشدید کنه؟ ببینید، جمهوری اسلامی این کارو کرده و ادامه میده، حتی اگر که این تنش وجود نمی داشت، به خاطر اینکه در مورد اتمی شما اشاره کردین، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هیچ کار مثبتی انجام نداده در کنترل فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی. در زمینه تسلیحاتی هم خب بسیاری از تحریم‌هایی که بر جمهوری اسلامی اعمال شده بود در قالب برجام اونها برداشته شده، بنابراین روابط بسیار تنگ‌تری بین نظامیان جمهوری اسلامی و نظامیان روسیه. در این زمینه جمهوری اسلامی مشکل نداره، مشکل اساسی این هست که چه کار میتواند بکند. حالا این تسریع ببخشه، آیا قادر هست به این که تجهیزات مدرن به وجود بیاره؟ شک بسیار زیادی وجود داره، نه تنها به خاطر تحریمایی که آمریکایی ها و اروپایی ها همچنان اعمال میکنن، بلکه دستیابی جمهوری اسلامی به این قطعات و تجهیزات، به خصوص که کشورهای غربی نسبت به این مسئله بسیار حساس تر شدن و مشکلات جدی تری بر سر راه شرکت های خود که احتمالاً به طور غیر قانونی آماده هستن با جمهوری اسلامی همکاری بکنن قرار داده. جمهوری اسلامی و پاکستان 3 روز پیش یک رزمایش دریایی مشترک داشتند. آقای حسنیاری، این درگیری مرزی که الان به وجود اومده، فکر میکنید روی همکاری های نظامی و امنیتی تهران و اسلام آباد چه اثری بگذاره؟ ببینید، یکی از حرفایی که تازه بعد از حمله پاکستان سپاه پاسداران زده در تلگرام خود نوشته این است که به نوعی توافق به وجود داشته بین جمهوری اسلامی و پاکستان در مورد این حملاتی که انجام شده، که خب این به فاجعه آمیزه، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی دعوت بکنه از یک کشور خارجی که به خاک ایران حمله بکنه، تمامیت ایران رو زیر سوال ببره، خب این به تبع مشکل جدی به وجود میاره. بنابراین حتی در صورت اینکه این فرضیه درست باشه، اون رزمایش و همکاری هایی که قول اون داده شده بود، اینها قادر نیستند که اینها به اعتقاد من در سطح حرکت میکنند. عمق ماجرا این است که جمهوری اسلامی یک کشور، یک سیستم، یک حکومت بحرانزاست و بدون بحران نمیتونه زندگی بکنه. به همین خاطر است اگه نگاه بکنیم به همسایگان ایران، میبینیم که جمهوری اسلامی با همه اونها، حتی با عراق، مشکل اساسی داره. عراقی که به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرده از حمله‌ای که جمهوری اسلامی بر این کشور انجام داده روز سه‌شنبه. بنابراین رزمایش دریایی و یا اینکه همکاری‌های دیگری از این قبیل، اینها پایدار نیستن، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی اساساً سیستم پایدار، رژیم، نظام پایداری نیست. شما چقدر این ادعای سپاه پاسداران رو درست میدونید آقای حسنیاری؟ فکر میکنید واقعا با هماهنگی این حمله از طرف پاکستان صورت گرفته؟ ببینید، این اگر که شده باشه، این خیانته، هم از جانب سپاه پاسداران و هم از جانب نظامیان پاکستان، به خاطر اینکه بایست دیدید که انعکاس این امر در خارجی، این امر مقصودم حمله نظامی دو طرف به یکدیگر هست، این نشان دهنده این امر مسلم هست که پاکستان، می شود به پاکستان حمله کرد. این بسیار مهمه از نظر منطقه‌ای، به خاطر اینکه پاکستان همونطوری که میدونیم دهه هاست که با هندوستان مشکلات مرزی داره، جنگ ها کردن و همینطور مشکلاتی که پاکستان و گروه طالبان داره. بنابراین این میتونه
این مشکل رو به وجود بیاره که اونها دست به چنین کاری بزنن. در مورد جمهوری اسلامی هم همچنین، بنابراین با یا بدون توافق این امر امری است که حاکمیت ایران رو زیر سوال برده و به مرزهای ایران، به خاک ایران تجاوز شده. در آخر آقای حسنیاری به ما بفرمایید از نظرتون با رخدادهای چند روز گذشته، به طور مشخص حمله موشکی سپاه به سوریه، عراق و پاکستان، آیا موقعیت امنیتی جمهوری اسلامی ارتقا پیدا کرده یا تهدیدها علیه ایران بیشتر شده؟ تهدیدها به طور قطع بیشتر شده. همین حمله‌ای که از جانب پاکستان صورت گرفت روشن است که این امنیت وجود نداره. در شرق جمهوری اسلامی مشکل جدی نداشته، این مشکل رو حالا به وجود آورده. در مورد غرب، یعنی عراق و سوریه هم، خب ببینید جمهوری اسلامی طی 20 سال حداقل از این گروه‌های شیعی عراق زمانی که صدام حسین در قدرت بود میزبانی کرد، به اینها خدمات داد، تسلیحات داد، پول داد و اینها امروز در قدرت هستند. همین افراد به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کردند از حمله‌ای که جمهوری اسلامی به خاک عراق انجام داد. بنابراین این تضعیف کننده نه تنها چهره جمهوری اسلامی در داخل عراق، در منطقه و نزد سنی ها و شیعیان جاهای دیگر هست، کشورهای دیگر، بلکه در روابط دو دولت هم تأثیر جدی خواهد گذاشت. در مورد سوریه، خب سوریه یک وضعیت خاصی داره که جمهوری اسلامی معتقد هست که سوریه رو تحت سیطره خود، قدرت خود داره و هر کاری میکنه. منتها مجموعه این سه حرکت به طور قطع تهدیدات جدیتری رو به متوجه جمهوری اسلامی خواهد کرد که متاسفانه ایران ضرر خواهد دید. بسیار سپاسگزارم از شما هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل نظامی و استراتژیک. ممنون که در این برنامه دیدگاه ما را همراهی کردید.